نگرانی جمهوری اسلامی از اجرای کامل طرح زدن سوبسیدها که به اون نام هدفمند کردن یارانه ها رو دادن، یک نگرانی جدی رژیم اسلامی سرمایه‌داران هست که حتی سر از نماز جمعه هم در آورده. جنتی این سمبول جنایت و جهالت رژیم اخیراً در نماز جمعه تهران گفت که به او خبر دادن که قیمت برق و آب 2، 3 و حتی 4 برابر شده و بعدش هم ضمن دفاع از این طرح اعلام کرد که این جراحی اقتصادی لازمه ولی باید با کمترین خونریزی صورت بگیره و نباید زیاد موجب نارضایتی مردم بشه، همون چیزی که اینا بهش میگن فتنه اقتصادی. هنوز این طرح درست حسابی شروع نشده، در واقع به جامعه شوک وارد کرده و همونطوری که جنتی هم اعتراف میکنه، نه فقط قیمت آب و برق بلکه همه قیمت ها به صورت برق بالا رفته. نکته اینجاست که وقتی قیمت حامل های انرژی بالا بره، از اونجایی که انرژی در فعالیت های تولیدی و تولید همه کالاها مورد استفاده قرار میگیره، قیمت های تمام کالاهای دیگه هم بالا میره و یک افزایش قیمت در سطح کشور ایجاد میکنه که هولناک خواهد بود. بن‌بست و ورشکستگی جمهوری اسلامی در قلمرو اقتصادی ظاهرا انگیزه طرح جراحی اقتصادی اخیر و من جمله زدن سوبسید هاست. اما مشکل فلج اقتصادی جامعه قبل از هر چیز به خود جمهوری اسلامی گره خورده و حل نمیشه تا زمانی که این رژیم سرنگون نشه. جمهوری اسلامی دقیقا به دلیل اسلامی بودنش از روبنای فکری، فرهنگی و ایدئولوژیک لازم برای گسترش مکانیسم بازار و سرمایه گذاری برخوردار نیست و تنها میتونه تشدید کننده این بحران باشه. از سوی دیگه هیچ بخش دیگه از بورژوازی ایران با توجه به نبود پیشرت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی لازم برای ادغام در سرمایه جهانی به سادگی قادر به جوابگویی به بحران اقتصادی موجود نخواهم بود. پاسخ وضع فلاکتبار اقتصادی موجود رو حزب کمونیست کارگری ایران داره. همه طرح‌های بخش‌های مختلف بورژوازی برای حل این بحران اقتصادی به آزاد گذاشتن دست بازار در بهره‌کشی نامحدود از کارگران و بدتر شدن وضعیت مردم می انجامه که قلمش همین افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهاست. اما پاسخ ما برعکسه. زندگی مردم و تأمین موجبات آسایش و رفاه اونها باید در محور تولید جامعه باشه. ما مایحتاج مردم رو یکی پس از دیگری از دست بازار و حیطه سرمایه‌داری خارج خواهیم کرد. همه باید حق داشته باشن که مسکن، بهداشت، غذا و پوشاک مناسب داشته باشن. این پیشفرض ما برای جامعه‌ای که می‌خوایم بسازیم، یک جامعه سوسیالیستی، جامعه‌ای که با مشارکت دست جمعی خواهیم ساخت و تولیدش رو سازماندهی خواهیم کرد و از نعماتی که خود تولید کرده‌ایم بهره‌مند خواهیم شد. شرط اول برای ساختن این جامعه تازه اینه که جمهوری اسلامی رو از سر راه برداریم و اون اهداف و افقی رو مبنای انتخاب سیاسی خود در جایگزینی با این رژیم قرار دهیم که خوشبختی و رهایی واقعی انسانها رو دنبال میکنه. جنبش ما نماینده چنین اهدافیه.